حقایقی باور نکردنی از زندگی خصوصی خسرو شکیبایی، از دو ازدواج جنجالیش تا مشاغل مختلفی که قبل از بازیگری انجام میداده و همینطور مرگ دردناکش در 64 سالگی. با ما همراه باشید، یه مروری زندگی خسرو شکیبایی رو با هم انجام میدیم. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومدید. خسرو شکیبایی متولد 7 فروردین ماه سال 1323 در شهر تهران هست. اون فارغ التحصیل لیسانس بازیگری از دانشگاه تهران هست و از 19 سالگی یعنی سال اول دانشگاهش با تئاتر دانشجویی کارش رو در زمینه هنر و بازیگری شروع کرد. اون قبل‌تر از اینکه وارد سینما یا تلویزیون بشه، کار گویندگی رو هم شروع کرد و مدت‌ها به عنوان گوینده در رادیو و جاهای مختلف کار می‌کرد. خسرو شکیبایی دوران کودکیش رو در خیابون مولوی تهران در یه خانواده هنردوز گذرون. اسم شناسنامه‌ایش خسرو بود، ولی بین خانواده و دوستانش و هم محله‌ایاش اون رو محمود صدا می‌کردن. پدرش احمد شکیبایی سرگرد دژبانی ارتش بود و در 14 سالگی پدرش رو متاسفانه به خاطر سرطان از دست داد و مادرش فریده حاتمی اون رو از نوجوانی بزرگ کرد. اون زمان خیلی کار بازیگری، به خصوص کار بازیگری تئاتر، از نظر وضعیت درآمد وضعیت خوبی نداشت و مجبور بودش که در کنار کار تئاتری که انجام میداد یه شغل ثابت هم برای خودش دست و پا کنه. واسه همین مشغول کار کانال سازی، آسانسور سازی و مدتی هم خیاطی شدش. خسرو شکیبایی در سال 1342 در 19 سالگی و یک سال بعد از ورودش به دانشکده بازیگری دانشگاه تهران، اولین تجربه تئاتر حرفه‌ای رو موفق شد که به دست بیاره. اون در تجربه اولش انقدر درخشید که عباس جوانمرد، نویسنده و کارگردان معروف تئاتر اون موقع، اون رو برای نقش دیگه ای انتخاب کرد و از همینجا بودش که سرنوشت زندگیش تغییر کرد. اون بعد از پایان تحصیلات دانشگاهش 2 سالی رو به سربازی رفت و در سال 1346 بعد از اتمام سربازیش به دنبال کاری میگشت که هم اموراتش رو بگذرونه، هم نزدیک تئاترش باشه که بتونه به کار تئاتر و بازیگریش هم برسه. اون در استودیو شهاب که نزدیک تئاتر بود موفق شدش تست صدا بده و به واسطه صدای خاصی که داشت در این استودیو مشغول به کار شد و کار گویندگی رو انجام میداد که بهترین موقعیت بود که هم کاری مرتبط به هنر رو داشته باشه، هم به واسطه نزدیکیش به تئاتر بتونه کار تئاترش رو دنبال بکنه. خسرو شکیبایی برای اولین بار سال 1353 در فیلم کوتاه و 16 میلیمتری کتیبه به کارگردانی فریبرز صالح بازی کرد. البته این فیلم خیلی دیده نشد. بعد از اون در سال 1354 در سریال سمک عیار و خلیل ده مرده ایفای نقش کرد. اون تا زمان انقلاب 2 مجموعه دیگر رو هم به عنوان بازیگر ایفای نقش داشت. با وقوع انقلاب کار بازیگری برایش خسرو شکیبایی مدتی تعطیل شد تا اینکه در سال 1361 وقتی که 38 ساله بود با فیلم قرمز به کارگردانی مسعود کیمیایی دوباره وارد حوزه بازیگری شد و اولین بار تجربه سینماییش رو به دست آورد. اون سال 68 با فیلم هامون به اوج شهرت رسید و واسه همین فیلم هم موفق شد اولین سیمرغ بلورین خودش رو به دست بیاره. اون دوباره دیگه هم سیمرغ گرفت و با 3 سیمرغ جزء رکوردداران سیمرغ برای مردان به حساب میاد. اون در سال 73 با فیلم کیمیا و سال 83 با فیلم سالاد فصل 2 سیمرغ بلورین دیگه هم به دست آورد. اما خیلی ها شهرت خسرو شکیبایی رو به واسطه سریال های معروف تلویزیونیش، به خصوص سریال خانه سبز میدونن. خسرو شکیبایی در سال 75 سریال خانه سبز و بعد از اون سریال سرزمین سبز رو به کارگردانی بیژن بیرنگ و مسعود رسام جلوی دوربین برد و به اوج شهرت رسید. بیژن بیرنگ توی مصاحبه‌ای که چند وقت قبل انجام داده بود میگفتش که برای فیلم خانه سبز نقش اصلیش رو مهدی هاشمی می‌خواستیم بازی بکنه و همسرش هم گلاب آدینه باشه. خب هر دوشون تقاضای خارج از عرفی از ما داشتن و این شد که نشد با اونها همکاری بکنیم.
ولی اون زمان یه نفر به من خسرو شکیبایی رو پیشنهاد داد. اون موقع خسرو شکیبایی چند تا فیلم سینمایی پرفروش رو تجربه کرده بود و بعید میدونستم که اون راضی بشه توی یه سریال تلویزیونی اونم بعد از موفقیت فیلمهایی مثل هامون بازی بکنه. خلاصه پیشنهادش رو بهش دادم و وقتی فیلمنامه رو خون خیلی سریع رضایت داد و به گروه فیلمبرداری پیوست. اون هیچ شرطی هم برای این بازی نداشت و تقاضای غیر معقولی هم از ما نداشت و این شدش که همکاری ما با خسرو شکیبایی در خانه سبز شکل گرفت و به نظرم بهترین شخص برای این نقش بود. خسرو شکیبایی در اولین ازدواج خود با تانیا جوهری بازیگر مشهور قبل و بعد از انقلاب ازدواج کرد که ثمره این ازدواج یه دختر به نام پوپک است. این زوج 6 سال اختلاف سنی داشتن و در نهایت هم زندگیشون به جدایی ختم شد. ازدواج دوم خسرو شکیبایی چند سال بعد از طلاق از همسر اولش در 9 تیر 1360 با خانم پروین کوشیار بازیگر تئاتر بودش که ثمره این ازدواج هم پسری به نام پوریا هستش که متولد سال 61. چند سال پیش یه سریال تلویزیونی از شبکه سوم پخش میشد که پوریا شکیبایی نقش اصلی اون رو بازی میکرد. پوپک دختر خسرو شکیبایی مدتی در کار گویندگی رادیو بود و در انجمن گویندگان جوان هم به عنوان دوبلور مشغول به کار بود، اما سال 89 در حادثه‌ای که براش رخ داد همسرش متاسفانه از دنیا رفت و به خاطر شوک از دست دادن همسرش دیگه نتونست فعالیت هنریش رو ادامه بده. پوریا شکیبایی هم در سال 88 بعد از ازدواجش مدتی رو مقیم کشور استرالیا بود، ولی چند سال پیش تصمیم گرفت به ایران برگرده و الان چند سالی هستش که در عرصه صداپیشگی و بازیگری تئاتر و تلویزیون مشغول به کار. خسروی شکیبایی بین اهالی سینما عمو خسرو هست که اکثرا دلیل این لقب رو مهربانی و مردم دار بودن این هنرمند قدیمی میدونن. اون در زمانهای بیکاری بعضی وقتا شعر می سرود و به صورت خیلی حرفه‌ای با خودکار بلد بودش نقاشی بکشه. متاسفانه این بازیگر خوب کشورمون ساعت 4 صبح جمعه 28 تیر ماه در سال 1387 در سن 64 سالگی در اثر ایست قلبی در بیمارستان پارسیان تهران از دنیا رفت. پیکر این هنرمند در بهشت زهرا به خاک سپرده شده. در مورد علت مرگ خسرو شکیبایی هنوز هم ابهاماتی وجود داره، ولی خب چیزی که مشخصه بیماری زمینه‌ای که ایشون داشتن باعث شدش که بدنش به شدت ضعیف بشه و در اثر عارضه کبدی از دنیا بره. خسرو شکیبایی مدت زیادی به بیماری هپاتیت سی مبتلا بود و تحت درمان و نظارت پزشک بود. این بیماری خاموش کم کم به آسیب زدن کبدش رو آورده بود و کبدش به صورت کامل از بین رفته بود و همزمان با بیماری هپاتیتی که داشت به بیماری دیابت هم مبتلا شده بود و این دو بیماری عملا بدن اون رو ضعیف کرده بود و همین عامل مرگش شد. البته که شایعات زیادی در مورد مرگ خسرو شکیبایی مطرح شد، ولی خب این شایعات هیچ کدومش اثبات نشد و به واقعیت تبدیل نشد. خسرو شکیبایی در سالهای فعالیتش در فیلمهای زیادی حضور داشته. از جمله فیلمهای اون میتونیم به کتیبه، خط قرمز، دادشاه، صاعقه، رابطه، ترن، عبور از قبار، هامون، جستجو در جزیره، ابلیس، بانو، سارا، پرواز را به خاطر بسپار، کیمیا، پری، درد مشترک، خواهران غریب، عاشقانه، سرزمین خورشید، روانی، عشق شیشه‌ای، دختر دایی گم شده، دختری به نام تندر، مزاحم، کاغذ بیخط، ازدواج صورتی، سالاد فصل، حکم، چه کسی امیر را کش، پیشنهاد 50 میلیونی، دست‌های خالی، اتوبوس شب، نسکافه داغ، دایناسور، شب، دلشکسته، دوشیزه باران، شرقی، حیران و همینطور فیلم‌های تلویزیونی روزی روزگاری، کوچه جنگلی، مدرس، سرزمین سبز، خانه سبز، کاکتوس، آواز مه، در کنار هم، باران عشق، شیخ بهایی و ده ها فیلم، سریال و کارهای تئاتر دیگه اشاره بکنیم. امیدواریم که روح این هنرمند خوب کشورمون در آرامش باشه. اگه با آثار این هنرمند خاطره دارید برامون اسم فیلم مورد نظرتون رو تو بخش کامنت ها بنویسید و یه قلب قرمز به یاد این
هنرمند اسطوره‌ایمون تو بخش کامنت‌ها قرار بدید. یک دنیا سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد می‌کنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.